هستن و این پولیتیک هست ملت، برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. برنامه رو این هفته اختصاص میدیم به شما، عرضم به حضورتون پرسش و پاسخ داریم، یه سری سوالای شما رو میخوایم جواب بدیم. اگه شما نبودید الان ما همینجا نبودیم، همیشه حمایت شما بوده که به ما انگیزه داده از اینجور صحبتهایی که جدیدن روحانی زیاد میکنه و اینها. از همین رو ما تصمیم گرفتیم که برای جبران الطاف شما به سوالات برگزیده شما پاسخ بدیم. همکاران من در این برنامه چند تا از سوال‌ها رو انتخاب کردن، ما جدیداً یاد گرفتیم میاریم رو خط. مثلا پولیتیک بفرمایید. شما مشهدی هستی یا رشتی؟ رشت دنیا آمدم، مشهد بزرگ شدم. پولیتیک از کدوم کانال پخش میشه؟ شبکه تصویری رادیو فردا، ماهواره هاتبرن. آرازی چی شد؟ تموم شد، پولیتیک شروع شد. دوست دختر داری؟ بله. چند تا داری؟ یه دونه. شما گی هستی؟ نه. بله. لینک دانلود کجاست؟ تو کامنت ها. مامانت بیشتر دوست داری یا مامانت تو؟ جفتشون. آقا سلام، باز خسته نباشید. خدمت شما و بچه های توی استودیو میخواستم ازتون سوال بپرسم، این تدبیر و امید که میگن چیه؟ آها، خیلی سوال خوبی کردید. این سوال ذره جوابش طولانی تره، برای خود ما هم سوال بود دیگه، نمیشه یک کلمه جواب دادین و جواب این سوال ذره طولانی تره. خیلی قبل تره آقای روحانی البته خودش جواب داده بودن در مراسم تحلیف. ویدیو تحلیف رو لطفا. دولت تدبیر و امید خود را مکلف میداند که خواسته های قانونی همه آنان را مد نظر قرار دهد، حتی پای صندوق های رای حاضر نشدند همه شهروندان ایرانی هستند و از حقوق برابر شهروندی برخوردارند. بله، ما در جواب سوال شما بیننده محترم آقای روحانی رو آوردیم نشون دادم به شما که تدبیرشون رو ارائه کردن. ایشون فهم خیلی از کسانی که رای دادن و خیلی از کسانی که رای ندادن خواسته قانونیشون این بود که آقا مثلا سر این 88 تقلب شد نشد، رای خورده شد نشد، چی شد آجزن، که ایشون البته در مراسم 9 دی به طور کاملا تدبیرانه پاسخ دادند. همونجوری که مشاهده میکنید دکتر روحانی با اشاره به فرزند نویده و نامگذاری به عنوان روز بصیرت گفت مردم زمانی که احساس کردن به باورها رسیده شدند بیگانگان خیال دخالت در حوزه اخلاقی به حرکت در آمده با حضور به بیگانگان پاسخ در خورده. بله، و یا مثلا وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید خیلی تدبیرانه در مورد مسئله رفع حصر فرمودند مصطفی پور محمدی اون پایین، ایشون میگه که مثلا گفتن آقا چرا دادگاهی نمی‌کنیم موسوی کربی رو، گفته که نظام برای کسی استثناء قائل نیست، اینکه کسانی که محکوم شدند بخوان توبه کنن میتونن جواب بگن بگن ما قانون هستیم و قانونش که باز بگم و اگر چون این چیزی را اعلام کنن میتونن مشمول عفو شن. تدبیر بعدی رو بده بیاد. اینا همه در جواب سوال شماست. تدبیر بعدی، دولت تدبیر و امید نهایت اهتمام خود را به کار خواهد گرفت تا بر مبنای اهداف و روش‌های عقلایی و متناسب با واقعیت‌های موجود اعتدال را شالوده عملکرد و مدیریت کشور قرار دهد. بله، در جواب سوال شما بیننده عزیز باید عرض کنم که اعتدال یعنی اینکه یک جا به طور کاملا تدبیرانه بیاد و بگه در جمهوری اسلامی ایران تنها یک پرچم و یک پرچمدار وجود دارد و آن مقام معظم رهبری و همه باید تحت لوای اون پرچم حرکت کنند و اینکه پرچم دیگری در کشور باشند شرعی هم نیست و در جای دیگر
بیاد و باز تدبیرانه در مورد انتقادات یک عده معدود از موافقت های ژنو بگه که فقط یه عده معدود که از جای مثلا معدود تغذیه می شوند آنها باید حرف بزنند. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ در جواب سوال شما بیننده محترم که راجع به تدبیر و امید پرسیدید، عرض کنم که با این تدبیر البته ملت ترک برمیدارن، ولی باز هم تدبیر داریم. در جواب سوال شما تدبیر بده بیاد. دولت تدبیر و امید بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادی های همه شهروندان، پاسخگویی به جامعه و به مدیریت علمی تأکید خواهد داشت. بله، در جواب سوال شما بیننده محترم باید عرض کنم که خیلی تدبیرانه و علمی باید به این شیوه که میبینید سبد کالایی تدبیرانه رو تحویل مردم بده. این مردم که مشاهده میکنید، این چیه گوشتیارت؟ این صفحه اعدامه؟ این چیه؟ این صفحه جشنواره است؟ اوه اعتراض دارن مردم. میریختن به حساب خود صاحب کارتا، اینجوری سر ملت نمیومد. یا میدادن به تمام ارگانهای دولتی، هر کس به کارمندهای خودش، به کمیته میداد، هر کس به ارگانهای دولتی میداد. نه اینجور سر ملت بیارن. از چهار صبح تا حالا تو صف بازدن. صف عرضه سبد کالا به طور کاملا تدبیرانه، حتی شنیده شده که سبد هم به مردم ندادن، یعنی فقط چیزایی تو سبد رو دادن به مردم. عکسش هم هست، این عکس نشون بده به ملت این چیزا در سبد بوده ولی خود سبد نبوده، فقط چیزایی تو سبد بوده، خود سبد رو مردم اومدن اونجا به عشق سبد کالا مثلا اون دو تا تخم مرغ و فلان اینا رو گرفتن، سبد رو ندادن بهش. مردم فریب دادن. من این همه مدت رفتم 7-8 تا پنیر رو برنج اونا دادم، من همه رو ریختم گفتم من سبد برام مهمه. سبد برای مهم بوده برای ملت. سبداشو بعدش بفروشیم پول در بیرون ازش. این پولا خوردن نره. در جواب آن بیننده عزیز که راجع به تدبیر و امید دولت پرسش داشت، باید عرض کنم که باز هم تدبیر داریم. خدمتتون ارائه بدیم. تدبیر بده خدمت. دولت تدبیر و امید برای خود رسالتی جدی قائل است تا از دردها و رنجهای ملت ایران بکاهد و نشاط را به زندگی ایرانی و ایرانیان بازگرداند. نشاط رو گفت که میخواد بازگردانه. حالا نمیخوام دوباره ویدئوی صف و سبد به شما نشون بدم. آقای زنگنه بده. بله آقای زنگنه، باریکلا. یه خمیازه خیلی امام حسینی هم کشید در مقابل حرفای آقای روحانی. تدبیر کرامت بده به ملت. این آنچه مشاهده میکنید مردم، آقای روحانی است دنبال اسب و اینا. از تدابیر نشاطآور دولت این بود که به جای اینکه خودش دنبال مردم بده و کاری کرد که مردم دنبالش بودن، خودش دنبال اسب دوید. این تدبیر بود. امید هم داریم براتون، امیدش رو بدیم بیاد. امید دارم که با مروت و مدارا، همدلی و همکاری، دفاع از منافع ملی و پاسخگویی به خواسته های به حق مردم ایران بتوانیم آینده بهتری را رقم زنیم. بله اینم امیدش بود. امید رو هم که همه دارن آقای روحانی. احمدی نژاد هم البته این امید رو داشت. ما دلمون به تدبیر شما خوش بود آقای روحانی، ولی خب امید هنوز امید داره ایشون. در جواب پرسش شما بیننده محترم امید بذار بازم براش. امیدوارم همگی قدر این فرصت را بدانیم، نکند سرگرم حاشیه ها شویم و هدف را گم کنیم. بینندگان عزیز پرسش داشتید، این بود پاسخ ما به سوال شما، به پرسش شما در مورد تدبیر و امید. ما بازم اگه سوال داشتیم به خدمت ما بپرسیم، ما در حد توانم جواب بدیم. سوال دیگه نیست.
بله، اگه سوالی نیست ما از هفته قبل از شما یه سوالی داشتیم که هنوز به جوابش نرسیدیم و اون اینه که آقای خامنه ای کجاست هستی؟ آقای آیت الله خامنه ای، آقای خامنه ای امروز کجاست؟ آقا کجایی تو؟ کجاست ولی؟ آقای خامنه ای؟ آقای خامنه ای؟ آقای خامنه ای؟ کجایی تو؟ کجاست ولی؟ آقای خامنه ای؟ کجایی؟ بیارشون خط آقا اگه پیداش شد. بله، آیت الله خامنه ای کجاست؟ پیداش نیستن. آقا بینندگان عزیز، این یه مشته و این دست راست مشت محکمه، این یه مشت محکمه. ملت ایران بیچاره شدن تا این مشت محکم بخوره تو پوز یه سری آدم تو منطقه، اسرائیل، سوریه، اینجوری تو آمریکا، نمیدونم این بیچاره که مشت محکم چپ را تا تکون خورد ما شد پا 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 مشت محکم زدیم. آره بعد 35 سال ما به خودمون اومدیم دیم آه غرب هم دیگه پیچ دیگه دشمنی محسوب نمیشه و واقعا این مشت محکم ما همینجوری معطل الان مونده رو هوا. و برای کسانی که منکر بر حق بودند، نظام اسلامی بوده، هستند و ایشالله تا 35 سال آینده هم خواهند بود، امشب ما 10 دلیل میاریم که بدونین چرا هیچ کدوم از مشتای نظام در 35 سال گذشته کمونه نکرد. 10 خبر، 10 مشت از هفته‌ای که گذشت. 10 خبر اول، معصوم ابتکار بانوی محیط زیست جهان شد. پرسیدم چرا؟ چون گفته تهران رو برداریم با لودر ببریم لشتنشا، گفتن نه چون بنیاد جهانی انرژی بهش جایزه داده. گفتیم خب وقتی داشتن جایزه میدادن بهش گفتن بانوی محیط زیست جهان، گفتن نه. گفتیم پس چی؟ گفتن اینقدر به اعتدال ضربه نزن، قطع کردن رفت. سردار اسماعیلی احمدی مقدم گفت به توصیه امیر نفروختیم. ما البته تیتر رو که دیدیم دیگه بقیه خبر رو نخوندیم. اسم احمدی نژاد که میاد همه چیز رو توجیه میکنه. خدا رفتگان شمارم بیامرزه. اتی کروبی از محل حصر قبلی به محل حصر فعلی واقع در منزلش در جماران منتظر. بدین وسیله به اطلاع آن دست از عزیزان بنفش تدبیر و امید میرساند در راستای تلاش‌های توانروزیشان برای آزادی موسوی و کروبی و البته بیشتر موسوی در این روزها. از این به بعد وقتی میخوان طی یک حرکت وسیع ساعت 10 شب چراغاشون رو به نشانه اعتراض 3 دقیقه خاموش کنند، قبله رو بچرخونن سمت جماران. جهت قبلی دیگه کار نمیکنه، یعنی کار میکنه عمل نمیکنه. اوباما هر گونه تحریم جدید کنگره علیه ایران را وتو میکنم. ایشون اوایل هفته گذشته دوباره این حرف زد در سخنرانی سالانه معارفش در کنگره. ولی به خدا اینا را با ما میگی بخش اعظم جزیره لانگرهانس آدم در لانگرهانس دیگه درد میگیره. میدونی ما دست خودمون نیست، یک همه اوضاع زیادی خوب بشه ما فوری مشروط میشیم، همونجوری که میبینیم یک کاسه زینیم کاسته که داری هی محبت میکنی و لب اصلا هر کی ما لبخند میزنه ما مشکوکیم بهش این روزا. چی؟ گفتیم لبخند، اینم شهره این آدم. ممجواد ظریف گفته که در صورت حل بحران فلسطین امکان به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از طرف ایران وجود دارد. تکبیر! اگرچه این خبر رو بعداً به وزارت خارجه تقسیم کرد، اما تا اطلاع ثانوی به تعدادی دشمن آشنا به تایپ فارسی و لاتین با تصدیق رانندگی تانک و انداختن موشک S-300 به ایران دارای سابقه مکفی در اتمام نیروگاه بوشهر از دوره هوخشترع به این طرف و دارای توپولوف شخصی جهت تردد از منزل تا محل کار نیازمندیم، بری دیگه برنگرد. و اینکه متاسفانه با خبر شدیم که بله این بله من خودتون بخونید، من دیگه عرضی ندارم خدمتتون. از ژنو به این ور در به در ما دنبال یک انرژی صلح آمیز قوی بودیم که هیچ کی نتونه گیر بده به همه چی فکر کردیم. غیر از این من حقیقتا آقا من نشون ندید با برگرد به خبر برگرد به خبر من حقیقتا با گذاشتن این خبر تو برنامه مخالف بودن، ولی بچه‌ها گفتن خبر موثقه و در خبر نباید تبعیض قائل شد. چا
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه افرادی که در جریان فتنه از کشور فرار کردن باید به کشور بازگردن. باید بازگردن. ما میگیم یه سرش کنه آیا اژه‌ای بره فرودگاه اونجا میز و اینا لانچیکا ببره اونجا بشینه، هر کی برگشت همونجا یه گاز از سر سینه، یه قندون، یه آبچیکی با یه آبولی سینه، یه سوان یو دیگه. ملت رو گرفتار کاغذبازی و آی شیش ماه بچه‌م گم شده، خودکشی نمیدونم با سالاد و اینا نکنه. آه خیرش رو اینا آی جی دفتر بزن فرودگاه امام، همونجا بشین، هر کی اومد رپت پتو جپت تتو. سه مکارم شیرازی. واقعا انسان تعجب میکنه کسی رو برداشتن وزیر خارجه یک کشور بزرگ کردن که بلد نیست صحبت کنه. اولا اینکه ما در ادبیات دیپلماتیک معاصر مناجم تا ادبیات هار دیپلماتیک، غیر دیپلماتیک، محاوره، داستانی، غیر داستانی، هر جور ادبیات ایران تا زمانی که ما آقای محمود احمدی نژاد رو داریم دیگه، واقعا نکته اول اینه که نمیتونیم راجع به کسی در دنیا به قرن آینده ایراد بگیریم. این یک. دومی که آقای مکارم، اتفاقا ما اخیرا مشکلمون اینه آقا که اگر از تو و امثال تو که اسطوره ادب و ادبیات دید و اینا بخاری در میمد، الان ایران سونا بود. دو. آه یه تری گوشتن به نام سینما سلام. سینما رو مجانی کردن. یه سری عکس ما اینجا داریم که شما نشون بدیم. در همین زمینه گزارش تصویری از حمله تموچین به تهران به دستمون رسید که طی آن ده‌ها قبضه دست، صدها عراده ساق پا، هزاران قطعه کتف و بیش از 200 حلقه چشم در صفوف به هم فشرده جمعیت شکست و درآمد. و ما خوشحالیم که در این نظام هیچ وقت آب و برق مجانی نشد، چرا که در این صورت تا الان همه یا با آب خیس بودند یا با برق خشک. یک. مهمترین خبر هفته اینه که برف اومد آقا. برف مهمترین خبر هفته است، همونجوری که مشاهده میکنید. بله هیچی دیگه، همین برف اومد. و ضمناً اینجا من از این فرصت استفاده میکنم و خطاب به اون دست از بینندگان و شنوندگانی که احیانا خدای نکرده مسئولیتی هم دارند عرض میکنم که برف با حرف پاک نمیشه برادر. برو دایی تو بیچاره کن. برف رو اگه میخوای پاک کنی باید کار کنی، زحمت بکشی، امکانات بدی، فکرتو به کار بندازی، مردم رو بهشون کمک کنی. برو ای برو دیگه. مهمان این هفته شما آقای منصور اوسانلوست، فعال حقوق کارگری. این هم بیوگرافی کوتاهشان به روایت پولیتیک. چند سالتون آیا سانده؟ 54. چی میخوای از زندگی؟ چی رو میخوای عوض کنی؟ چرا منصور اوسانلو اینجوری شد؟ چی شده؟ میدونی این شور زندگی در یه هدفمندی به وجود میاد. هدف شما چی بود؟ دلت میخواد دنیا رو بهتر کنی. بهترم نه اینکه اون دنیا بهتر چه شکلیه؟ فقر کمتر باشه، آدمای نیازمند کمتر باشن، آدما به خاطر یه لقمه نون تن به هر پستی ندن، شخصیت خودشون حفظ کنن، اون کرامت انسانی که هم در مقابل نامه‌های بین‌المللی اومده. یعنی نمیخوام به جز خصلت انسانی که کرامت، شهامت، شرافت، اینا هر انسانی باید اینطور باشه، ولی جمهوری اسلامی ذره ذره اینو از مردم گرفتن. سندیکالیست چیه؟ آفرین. تو مایه کاپیتالیسته. آها. یکی از فرایندهای بعد از کاپیتالیسته. یعنی زمانی که جهان وارد رفت به سوشالیست و نو. لنین و استالین و اینا اونجا هم بوده. شما تو خونه‌تون عکس لنین ندارین؟ نه خیر.
چه گوارا اگرم داشتم عیبی نداشت، اگرم نداشته باشم عیبی نداشت. عکس چه گوارا نداری؟ نه ولی کتابشو کتاباشو خوندم نه. دارم اول انقلاب با عشق و علاقه 21 سالم 20 کمونیست سالم شما آیرسن؟ نه کمونیست نیست، سوشالیست هم نیستی. سوشال به معنی کسی که جامعه گراست و به زندگی و بهبود همه کسانی که کار میکنن تو یک جامعه زحمت میکشن و فرایند یک جامعه با کار عمومی همه اونا سامان پیدا میکنه هستیم. الان آقای روحانی که آمده است، آیا در وضعیت کارگران بهبود ایجاد شده یا نه؟ نه بدتر شده خیلی. در روزی که این دولت اومده متاسفانه 140 هزار نفر که مستقیما بیکار شدن، یعنی از بخش اشتغال هم دفاعی نشده و خود آقای ربیعی گفته تا 8 میلیون نفر بر این بیکاران فعلی اضافه خواهد شد، چون سرمایه گذاری در بخش صنعتی اصلا نمی شود و 800 میلیارد دلار پول نفتی که دوره احمدی نژاد اومده دستشون رسیده، نفت بالای 130-140 دلار هر بشکه فروختن، به گفته آقای هاشمی رفسنجانی که از ارکان این حکومته غیب شده است. بله. این رو در گزارشی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اومدن در هیئت تشخیص مصلحت نظام به ایشون دادن و الان وضعیت طبقه کارگر ایران به حدی رسیده که 4 ماه 6 ماه 8 ماه دستمزدش عقب میفته، قرارداد کارش به جان که رسمی بشه طبق ماده 7 قانون کار رسمی نمیشه، تازه میکنن 3 ماه و 1 ماهه، بعد میکنن سفید امضا، بعد تازه از کارگر سفته میگیرن، کارگر پول بگیره سفته باید بده که اگه اخراجش کردن نره شکایت کنه که منو اخراج کردن، حق سنوات منو بدید طبق مواد قانون کار خود جمهوری اسلامی. و تازه دو تا لایه هم دادن که متاسفانه اصلا در بینا حرف نمیزنن که این دو تا لایه، یکیش در رابطه با تامین اجتماعی است که میخواد حق بیمه کارگرا رو 2% هم زیاد کنه، درباره کار سخت و زیان آور 4% از جیبشون دوباره کارگر رو بدن، در دولت کی؟ تدبیر و امید. امید کی از ایران خارج شدیم؟ دقیقا میشه بگم بهمن ماه سال گذشته. قانونی خارج شدن از ایران؟ من مجبور شدم که بیام به منطقه غرب ایران و از طریق کوههایی که در اون سه گوشه بین ایران و ترکیه و غیرقانونی هست. بله. سال 86 شد 5 سال زندان گرفتین، خانوادتون خیلی مصاحبه میکردن مرتب با رسانه‌های خارجی در خصوص وضعیت شما، شما زندان بودین، داخل زندان که بودین میشنیدین این چه اتفاق داره میفته؟ خبرها به شما میرسه؟ سوال خوبی میکنی. آره چجوری ما میشنیدیم؟ یه بخشش رو خانواده موقع میومدن ملاقات میگفتن، چون این ماهواره اینا خیلی خوبه اطلاع رسانی میکنه، خب بخشی هم دانشجوها یا خانواده هایی که با سوادتر بودن از اینترنت استفاده میکردن. خب اینا مثلا نه فقط خانواده من، خانواده مثلا زندانی های دیگه که می اومدن اونا رو ملاقات میکردن، بعد ما تو بند بودیم از ملاقات می اومدن، یکی یا دو تا گفته بود اونا میگه آقا فلانی دیشب ویوهی درباره تو خبر داده بود. حالا از این قشنگتر، حتی خود زندانبان هایی که ماهواره می دیدن یا پزشکای تو بهداری یا یه بهیار یا یه پرستار یا یه پاسوبندی مثلا ما رو داشت با خوش می برد دادگاه یا می برد بیمارستان واسه قضیه قلبی من که چون قلبم جراحی شده گاهی مجبور بودم منو ببرن یا برای مسائل دیگه پزشکی، خود اون پاسوبند ما رو زیرش صدا می‌کردن، همسال منو باور نمی‌شه در بسته خیلی با مواظبت آقا مثلا به بهداری می‌خونه مثلا 9 شب بهداری چیکار داره با من؟ بعد من رفتم دم در بند و خلاصه برام می‌بردن، بعد اونجا مصوبه آقا داره منو می‌برن به بقیه هم بندیا چون غیر متعارف بود دیگه، در جریان باشین داره منو می‌برن، بی خبر از بند هیچ کدوم اما بیرون نمی‌اومدی چون فکر ممکنه هر کی زنده بند بره بیرون ببرن یه بلای سر، مثل علی صارمی که گفتم بیا میخوام ببینید بهداری و فردا خبر اعدام شما شنیدیم. مرد بزرگ و با شکوهی بود، انسان خیلی بزرگ، من ازش خیلی چیز یاد گرفتم تو زندان. خلاصه منو میبردن اونجا و در قفل میکرد و من دلم هزار راه میرفت، 9 شب بهداری چیه کجا داره منو میبره؟ خب بعدم نمیشه نری، خب بله بله زندانبان دیگه من چیکار کنم؟ بعد من میرفتم میدم برو با تو 8 و درو بر 8 نه اونجایی که قسمت اداری بند هست، میز و صندلی و تخت و دو سه تا اتاق دارن، درو میبست و بعد یه مثل اونجا شنود یا دوربین نداشتن. بعد من اونجا میشم میگم ببین ببین اونجا تازه با پچ پچ آقا حسانلو چیه دیشب بی بی سی درباره تو داشت خبر میداد، بابا دمت گرم تو کی هستی چرا نمیگی چرا تو اینقدر مشهوری؟ اون بابا من چی میدونم اینو؟ گفت نه مادرت مصاحبه کرده بود با وی او پخش کردن اینجوری اینجوری، خانومت رفته بود دادگاه با مرتضوی دعوا شده پخش کردن اینا. حالا قشنگش من چیه،
هواش که تموم شد درباره من خبر میده و کلی روی زندانی میره بالا موقعی میبینه بله. نمرده اونجا فراموش نشده و این اطلاع رسانی حتی پاسداربند ماموری رو به شوق آورده که بیاد به تو بگه. تازه آخرش چی میگم آقا شما اینقدر میدونی درباره کارگری، الان 1,200,000 تن عقب افتادهای ما رو هم یه سال نمیدن به جان خودم. یه نامه چیزی بنویس ما بریم اینو و منم مینوشتم و میشو نه من سعید منصوری هم کمکشون میکرد برای آموزش دانشگاهیشون که لیسانس بگیرن. زندانبانا یعنی بعضی هاشون فعالیت صنفی میکردن اونجا زندانبانا. قسم میخورم من با جای من گفتم میدونن تو رو چرا از اوین تبعید کردیم رجای شهر؟ چون اونجا هم داشتی سندیکا درست میکردی. راست میگفت من که اونجا زیر بار نمیرفتم ولی آمریکا میگم راست میگم نه فلان 15 تاشون امضا کردم 5 تاشون به عنوان هیئت مؤسس سندیکای پاسداربندان زندان اوین. حالا از ایران اومدیم بیرون الان چیکار میکنی؟ بازم الان سخنگو هستی لیدر؟ همین الان با تو دارم حرف میزنم چیکار دارم میکنم؟ نه الان کار روزگار شما چجوری میگذره اینجا تو فیسبوک؟ من لحظه که از ایرانم بیرون اومدم با اولی من داخل ایران بودم نه از اینترنت استفاده میکردم نه از تلفن موبایل نه از هیچ تلفنی، چون در زندان میدونستم که رژیم جمهوری اسلامی به طور غیر قانونی اینجا. ولی خیلی فعال شما در اینترنت و فیسبوک و بگیر و ببند و برنامه تلویزیونی و فلان و اینجا دیگه جا شده. حتی تو سلول انفرادی من کتک خوردم ولی آواز خوندم. اینقدر آوازهای مرضیه و جوادی اسحاری و نمیدونم هر چی که بلد بودم و میخونم، همین سرود همراه شد رفیق که شد سروش سرود جوادی اسحاری. چی بلدین؟ الهی الهی اونا باشه بعده وسط میخونم. من خیلی خوشحالم آقای اسانلو که شما با این همه بلایی که سرت اومده هنوز با این انرژی و با این انگیزه صحبت داری میکنین و میخواین یه چیزی رو عوض کنین و این چیزه نمیدونم. این خیلی خوبه. این به من انگیزه میده برای زندگی. اینکه اجازه دادی من بیام اینجا بشینم پشت این میز تو بشینم و یک تنوع ایجاد بشه در برنامه، به جفتمون تبریک میگم. مرسی، تشکر میکنم. مخلص شما. برای معرفی آنکه پلیتیک این هفته را زد به سخنان آقای روحانی چند وقت پیش گوش کنید. دیدار از ایران حق مسلم ماست. چون خب معلومه که نمیتونن جلوگیری کنن از اینکه کسی بخواد وارد مملکت شه. و اون چیزی که مهمه اینه که بعدش چی میشه. اینجا بود که پلیتیک نظام از آستینه‌های جیب اومد بیرون که درست حسن آقا گفته برگرد، اما یه تفسیری کوچولو وجود داره و اون اینکه خب ایرانی‌ها برگردند حتی اون ببینید به نفع آنهاست. اون بخونید اینو بخونید قشنگ. برگردند آنها رو میترسانند ولی به نفع آنهاست که به کشور بازگردند حتی اگر مدت کوتاهی زندان برمند. خلاص اگه خواستید بری ایران با خودتون کمپوت و کاغذ و قلم و لباس گرم و اینا وردارید ببرید، چون که یه مدت کوتاهی آقای اژه‌ای باهاتون کار داره. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک اما بی پلیتیک. تا هفته دیگه پلیتیک دیگه برای خودتون انگیزه ایجاد کنید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزشو داره. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران همینجا. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.